درود شالای گلخوجه هستم با خبرای توزه 9 آگوست و شما را استودیای رادیو زودی از پروگرام روی میکنم امروز در برنامه. در دوشنبه راننده تاکسی با کمک پلیس سیاحی حجت های فراموش نموده اویله امریکایی ها را برگرداند. برای اولین بار زن مسلمان میتواند عضو کنگره امریکا شود. این نماینده حزب دموکرات در حوزه میچیگان دیگر رقیب ندارد. با مادر کلونا، خاله ها و عمک هایم که در فلسطین این انتخابات را پیگیری داشتند، تشکر میگویم. و تربوز و خربوزه های دندون شکن، وزارت کشاورزی از زیاد شدن محصولات پلیزی خبر میدهند، ولی کشاورزان از تلف یافتن حاصل. محصولات خربوزه مقصد ازبکستان های، علاوه سرحد 25 سو میگیرند، تو باجر هم یه خودش 30 سومون ما میرم میخرم که اکثریت در 15 سومون هم ارزان. و شروع میکنیم از اون که دادگاه عالی توجیکستان یک دادرس شهری سورو به 7 سال زندان محکوم کرد. دلشاد اسکندر زاده مویانور سال روان برای فسادکاری از مقامش آزاد شده، حالا چند سالش را در محبس میگذراند. دادگاه در نسبت اسکندر زاده کمترین مهلت جزای پیش بینی شده را تعیین کرده است. تا یک سال اخیر تقریبا 10 دادرس دادگاه های کشور با عین چنین اتهام از کار رانده و بعضی آنها به جوابگاری کشیده شدند. فعلا در توجیکستان نزدیک به 500 دادرس فعالیت دارند. عملی جوانی توجیک و فوریت پلیس سیاحی وزارت کارهای داخلی یک خانواده امریکایی را در دوشنبه متاثر نمود. همیان این اویله را که با سندهایش در داخل ماشین فراموش شده بود، بعد چند دقیقه به آنها برگرداندند. راننده تاکسی از عمل خودش احساسی راحت میکند و سیاحان امریکایی با طبع بالیده به وطن برمیگردند. برای یوسفی در این باره میگوید. محمد عزت‌اللهیوی 23 ساله راننده تاکسی در مرکز دوشنبه حجت‌های فراموش کرده یک سیاح آمریکایی را از داخل ماشینش پیدا و به او برگرداند و تحسین و آفرین شنید. او گفت خواست با این کارش نشان دهد که تاجیکان همیشه مهمان نواز باقی ماندند. وقتی که مو پشتوکش فراموش کرده در درون این حجت‌های تمام پاسپورت روا حجت‌های زیاد و یک خیلی بستون داشته اگر پشتوکش ده. بلوشا ایسو نکدم دارا و این پای چیده بردم دادم شاید. محمد وقتی همیان و حجت ها رو پیدا کرد، حادثه رو به مادرش گفت. مادرش او رو مصلحت داد که اول به همان جای رفت که آنها رو فراورده ای. طرف چی رفتم؟ همون طرف خونه شون رفتم و جای سورشدگی شون رفتم. یک نیم ساعت بوریجزت کدم آخه که نمومدن. و طرفی همون اینویده شهری به خطر رفتم. شهری به خطر رفتم و شهری به خطر همجا چی و ملیس ها برومدن نوشین همان کدن گفتن که هم خالی با هم سایو همجا دا بود بردم در چی و شوجت تو شفتی هم سموش سپردیم شد. ماتیو پوشل سیاح آمریکایی پس از دریافت همیان پول و حجت هایش به محمد و کارمندان وزارت داخله منتداری کرده گفته است اعتمادش به مردم تاجیکستان بیشتر گردید. می خواهم با پلیس سیاحی تشکر بگویم که همیان فراموش کرده من در تاکسی را پیدا کرد. فقط 30 دقیقه لازم شد که همیان مرا برگردانند. با پلیس سیاحی میسر شد مشکل مرا حل کند. تشکر. محمد میگوید این کار انجام دادهش به سیاح آمریکایی خوش آمد و او نیز اعتمادش به محمد را ثابت کرد. حجتشون سپریدم. هوایو با ما بهش با ما بیشتر بوار کردن و ایمو نزدیمو شهری شهرکی به خطر با تو خونه شون رو آورده رسوندم شون با خاتمه آوردن خاتمه آمدن خودشون گفتن خودشون گفتن که میریم خاتمه میریم. راننده های تاکسی در دوشنبه میگویند حادثه فراموش کردن چیز و چاره مسافران در ماشینشون زیاد اتفاق میافتد. سیاحان خارجی معمولا از خدمت شرکت های تاکسی استفاده میکنند و اعتمادشون به آنها بیشتر است. چیزا را مثلا چیزی که شخص گم کردگی است تو نصیب من نمیگردم. من میگم من خصلت من میگم با تیمبولی که ما در شرکت کار داریم ما حتما میگردونیم برای که چیز ابرو شرکت ما است، ابروی مثلا کاری ما است. راننده های تاکسی میگویند پس از حادثه حمله به 7 سیاح خارجی و کشته شدن 4 تن آنها در ناحیه دنگره مراجعت سیاحان خارجی به خدمات آنها کاهش نیافته بود، اما از احتیاط بیشتر کار میگرفتند. با قول آنها چنین رفتاری افراد علاهیده می تواند امنیت کشور و مهمان نوازی مردم تاجیکستان را بر اضافه ثابت کند.
رو میاریم به موضوع جهانی. ظاهراً برای نخستین بار یک زن مسلمان عضو کنگره آمریکا می شود. سابق وکیل مجلس قانونگذاری ایالت میچیگان از حزب دموکرات راشیدا تولایب روز 7 آوگوست در انتخابات داخلی حزب پیروز شده، امکان غالب آمدن در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر را به دست آورد. تولایب وعده داده است که در صورت انتخاب شدنش به کنگره برای بیمه دسترس، بالا بردن حداقل معاش و ساده کردن روند موجت آمریکا مبارزه خواهد برد. تفصیلات از سجید امیرزا. الهام جیبره در ایالت ایلینویز در فاصله 6 ساعت راه از میچیگان زندگی میکند و حق ندارد در انتخابات داخلی حزبی این ایالت اشتراک کند. ولی انتخابات در حوزه 13 ایالت میچیگان برایش آنچنان پر اهمیت بود که او نتوانست به اینجا حاضر نشود. همچون مسلمانی امریکایی، همچون عربی امریکایی، همچون فلسطینی امریکایی من در اینجا هستم. در انتخابات میچیگان یکی از نامزدهای پیش دست زنی مسلمانی امریکایی راشیدا تولایب است. او این معرکه را همچون کشایش دری امکانات برای زنان مسلمانی امریکایی ارزیابی میکند. من از خانم های جوان پیام زیاد میگیرم. حالا مثلا یکی نوشت شما مرا نمیشناسید، من هومو هستم، میخواهم گویم که از نیویورک معرکه شما را پیگیری میکنم. او خدا، این چقدر خوب است، من خیلی احساساتی شدم. او یک نسل نوی جوانی را بنیاد کرد که مثل وی میخواهند برای رسیدن به کرسی های دولتی تلاش ورزند. به شرافت راشیدا مردمی زیاده برای اولین بار به آوازدهی آمدند. نه تنها جوانان، شهروندانی زیاده که قبلا به حکومت باور نداشتند، حاضر به آوازدهی آمدند. محض همین آوازدهندگان وضع تولایب را تغییر دادند. زیرا تا آخرین لحظه نامزدی پیروز معلوم نبود. راشیدا تولایب به دنبال پیروزیش گفت میخواهم با مادرم که اصلا از ساحل غربی رودی اردون است سپاسگزاری کنم. آنها از ساعت 5 سحر این انتخابات را پیگیری دارند. همچنان با مادر کلونا، خاله ها و عمک هایم که در فلسطین این انتخابات را پیگیری داشتند تشکر میگویم. حزب جمهوری خواه برای این حوزه نامزد پیشبری نکرده است. از این رو غلبه راشیدا تولایب در انتخابات برای بسیاری ها عملی تقریبا اجرا شده است و آنها با امید سوگند اولین زن مسلمان در کنگره را انتظارند. انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا به ماه نوامبر سال 2018 برنامه ریزی شده است. در این معرکه 435 جای در پلت این نمایندگان و 33 جای از 100 نشست در سنت مورد سبقت قرار می گیرند. اگر دموکرات ها در انتخابات پیروز شوند، پرزیدنت ترامپ در قبول قرارها به مشکل روبرو خواهد شد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در تاجیکستان شرایط قبول به یتیمخانه ها را سخت‌تر کردند. من بعد تنها آنهای به این مؤسسه فرا گرفته می شوند که یتیم بودنشون اثبات گردد. احتمالا زیاد شدن خرج برای یتیمخانه ها حکومت را وادار کرده است تا اطفالی را که پدر یا مادر دارند به نزدشون برگردانند. در ولایت ختلان تعداد کودکانی که باید طبق نظامنامه نو یتیمخانه ها را ترک کنند اندک نیست. آرزوی کریم در این باره معلومات بیشتر می دهد. بر اساس یک قرار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان که ماه ایول تصویب شده است، در تمام یتیمخانه های تاجیکستان باید نظارت جدی کرده شود و تنها کودکان و یتیمخانه ها از آیله های نیازمند فرا گرفته شود. از ریاست معارف و علم ولایت ختلان به رادیو آزادی گفتند که کودکانی که نمیتوانند تصدیق کنند رسما که آنها به پدر هستند یا که از آیله های به پرستار هستند و اون کودکانی که نیم یتیم هستند یا که یتیم کل هستند باید حجت های تصدیق کننده دادگاهی را در خود با خود داشته باشند و نشان دهند و آنها به تعلیم در یتیم خانه ها فرا گرفته می شوند. در صورت نداشتن حجت تصدیق کننده آنها در یتیم خانه ها قبول کرده نمی شوند. بر اساس گزارش رسمی که در اختیار رادیو آزادی است، تنها از یک یتیم خانه ناحیه جلال الدین بلخی که آنجا 254 نفر تحصیل می کند در سال جاری و یعنی که در ماه سپتامبر 113 نفر باید یتیم خانه ها را ترک کنند که آنها حجت تصدیق کننده یتیمی و بی پدری را ندارند.
در ولایت ختنان 18 یتیم خانه است که در آنجا 3896 نفر تحصیل میکنند و اکثریت آنها باید در ماه سپتامبر یتیم خانه ها را ترک کنند و به خانواده پدر و مادر یا که نزدیکان دورشان برگردند. در حالی که وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال از افزایش حاصل پلیزی ها در کشور خبر میدهد، نرخ تربوز و خربوزه در بازارها به آسمان دکه خورده است و این هم پلیزی های هستند که اساسا از ازبکستان وارد شدند. رهبران بازارهای دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولیت آنها نظارت از بالای صفت محصولات است، نه نرخ گذاری تاجران. چرا تربوز و خربوزه محلی کمچین شده است؟ برات یوسفی به این سوال پاسخ جست. یک دونه تربوز از 25 تا 35 سومانی، یک دونه خربوزه از 30 تا 70 سومانی. این قیمت ها در تاجیکستان در یک کشوری کشاورزی در اوج موسم این محصولات پالیزی است. تربوز و خربوز این وحشه یک گنج در این راست نمیگیرد آزی به این نرخ 30 سومان و 35 سومان. یاد ندارم که همین صبح من چند بار گرفتم. یک بار دو بار گرفتیم تمام دیگر. با سری نخوردیم دا. این نرخ همه بین دیگر دیرید با پلود میسوزه نمیتونی خورد. حالا در بازارهای تاجیکستان تربوز و خربوزه محلی را تقریبا پیدا کردن غیر ممکن شده است. فعلا در همه مناطق کشور این تعداد محصولات از خارج وارد می شود. ما این محصولات خربوزه مقصد ازبکستان های علاوه سرحد 25 سوم میگیرن تو باجر هم یک خودش 30 سومون ما میرم میخریم که اکثریت در 15 سوم نمی ارزه، در 10 سوم نمی ارزه. بسیار خریداران با طنز میگویند که میوه و پلیزی ها در تاجیکستان به بهشتی تبدیل شدند. اون رو میبینی اما با خریدن و خوردن زورت نمیرسد. رستم مدموسویف ساکن 28 ساله نوحیه رودگی 10 سال اخیر تربوز پرورش میکند. او میگوید در این 10 سال بار اول است که از کشتزاری تربوزش حاصل ناچیز به دست آورده است. میتونیم امور رسخوتی که براوردگیم امور بزرگ که میپشونه یا نمیپشونه همیخه میشود. رستم هر سال از 2 گکتر پلیز تربوز تا 10000 دانه تربوز آن هم خیلی بزرگتر از امسال جمع آوری میکرد. حالا در حدود 3000 دانه تربوز جمع آورده فروخته است و امید زیاده از حاصل پلیزش ندارد. باران که بسیار شد سلفن کده بودیم زمین درآمد نشد، هوا بارانگری علف که بسیار برامه بعد سلفن را کندیم این دارو پرتفتن در کار بود دارو با مثلا زور ما تا رسیدنش زدیم خدا بشکر که همی خشید عیده مایدهش بسیار تر شد عیده مایدهش بسیار شد که اوجی میدونه که رسوتا برو نمی بروره. کشتزاری تربوز و خربوزه در تمام مناطق تاجیکستان سال جاری همین گونه کم حاصل بوده است. مقصد شهر توز یا قمسنگیر میره خربزه ای هم آیده 10 سوم 15 سومش میگه سری زمین داره تربزه که وازی 15 سوم میگن در سری پلا پورتول هم مورد 2 سوم 3 سوم فروش ده باید مثال تا 17 سوم سری پلا داشیده است. با این حال وزارت کشاورزی تاجیکستان گزارش داد که در 6 ماه سال جاری در کشور حدود 262000 تن پلیزی ها مخصوصا تربوز و خربزه جمع آوری شده است که حدود 23000 تن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. حالا سوال در ذهن ها چرخ می زند که آن حاصل فراوانتر از یک سال پیش که در بازار به نظر نمی رسد کجا شده است؟ و مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان سبب صدمه با اشتراک زتلو شمس‌الله‌زاده مفتش پیشینی دوستونی نویه خوالینگ رو که باعث علاقاتی دو نفر شد عیب تکنیکی گفت. غنی سنگک‌زاده دوستونی نویه خوالینگ هفته گذشته از این نشست خبری گفت که در آغاز مرکز تشخیص طبی دادگاه ولایت ختلان سبب صدمه با شرکت زتلو شمس‌الله‌زاده را سبب های تکنیکی اعلان کرد و بعد این دوستونی کلی تاجیکستان برای خالصانه تحقیق شدن حادثه از سر نفت تشخیص طبی دادگاه گوهی تعیین نمود. و یک بردودگی با پرتوی گینلی الوگی با تعیین کرد که همین را خالصانه بینم برویم اگر که باشد اینجا با گناهی مفتش پرکتورا از پاش پرانده جنسو بازم کنیم. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبرگزاریش های از این بیشتر را پیدا نماید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز از اونجا شما میتونید نوارهای بیشتر از این را ببینید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا ما همه شما را در همین استودیو انتظار میشویم. خدا نگهدار.